اصلا این نشست هایی که در ورشو می شوند اینها یک نشست های معمولی هستند و اما اطراف آنها چگونه برخورد های بودند، زد و خورد های نهانی سیاسی بودند، اینها رو خیلی معروف و مشهور کردند و دقت جمعیت رو با آنها جلب کردند، بیشتر جلب کردند. در هر صورت من فکر نمی کنم که مثلا با وضعیت سیاسی نه تنها تاجیکستان بلکه دیگر کشورها عموما این نشست ها یکان تاثیر مثبت یا منفی داشته می تواند. ولی ببینید به هر حال الان در کولارهای حکومت راجع به عوف احتمالی حدود 200 تن از محبوسان سیاسی سخن می رود که از این باید استقبال کرد، یعنی که دولت ما، حکومت ما یک قدم دیگر گذاشت تا جمعیت باز هم درک کند که ما با یعنی حکومت با حریفان و رقیبان سیاسیش آنگونه برخورد بده که تلقی میکنند و دیگرها میگویند ندارد. باعثی تأسف است که در ورشو با استفاده از این فرصت مناسب حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و بعضی سازمان هایی که تحت تاثیر این قرار دارند و نمایندگانی و کلاهداری دولت با همدیگر مسئله های گوناگون را در رابطه با تحکیم نهادهای دموکراتی و تشکل جامعه شهروندی، دسترسی به منبع های اطلاعاتی و عموما به وجود آوردن شرایط مساعد جهت رقابت سالم میان نهادهای جامعه شهروندی و احزاب سیاسی مورد بحث قرار می دهند. اما آن حزب و سازمان هایی که در رابطه به این مسئله های مبرم دولت داری معاصر و حیات اجتماعی و سیاسی نقطه نظر خود را دارند و در تفاوت از نمایندگان مقامات وکالت داری دولت و جانب دیگر که بیشتر به اسلام سیاسی نزدیک هستند می توانستند ابراز عقیده کنند، دعوت نشدند.